مرد لاغر یکی از شخصیت‌های اصلی در لیتل نایتمرز 2 و در انتهای بازی خیلی‌ها فکر کردن که به هویت اون پی بردن، اما بعد از اینکه یک هفته از تموم شدن بازی گذشت خیلی‌ها به این فکر افتادن که داستان زندگی مرد لاغر قبل از لیتل نایتمرز و شروع چرخه رو بفهمن و شروع به ساختن تئوری‌های خودشون کردن، ولی هنوز هیچکس نتونسته نظری قطعی دربارش بده. قبل از دیدن ویدیو یادتون نره ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. در اینستاگرام هم مطالب متفاوتی میذاریم، پس اونم فالو کنید و یادتون باشه ویدیو حاوی اسپویله. حالا بریم سراغ ویدیو. معروف‌ترین تئوری درباره مرد لاغر همونیه که یک بار تونستیم ببینیمش. مرد لاغر بچه‌ها رو به دلایلی توی شهر رنگ پریده میگیره. مونو مرد لاغر رو شکست میده و در آخر سیکس پرتش میکنه پایین و توی سیگنال تاور گیر میکنه و بزرگ میشه و خودش به مرد لاغر تبدیل میشه. این چرخه زمانی یا پارادوکسیه که توی بازی دیدیم و به عبارت دیگه مرد لاغر خود مونو هست و در مقابل مونو هم مرد لاغره. توی بسیاری از صحنه‌های بازی دیدیم که ساختار زمانی و فیزیکی همه چیز توی دنیای برج سیگنال میشکنه و تغییر میکنه. یه تئوری میگه که مرد لاغر در واقع یکی از شهروندان شهر رنگ پریده قبل از داستان برج سیگنال بوده. قبل از اینکه توی عمق این تئوری غوطه‌ور بشیم میخوام یک سری نکات کلیدی رو بهتون بگم که توی درک بهتر اون کمکتون میکنه. اولیش اینه که شهر قبلا نرمال بوده. دومی اینه که تمامی هیولاهایی که الان توی شهر میبینیم قبلا آدم بودن و الان شخصیت شبیه به اون آدمی که بودن رو به خودشون گرفتن. و آخرش اینه که زمان حداقل در حال حاضر به هیچ وجه ساختاری خطی در شهر رنگ پریده نداره. تئوری میگه شهر رنگ پریده قبلا شهری نرمال بوده. بعد از اون ما میتونیم خیلی چیزها رو ببینیم که به این موضوع اشاره داره. مثلا مدرسه که پر از کوله پشتی های بچه ها بوده. بیمارستان پر از تخت های خالی بود و خود شهر رنگ پریده کلی لوازم و ساختار شهرهای نرمال مثل تیر چراغ برق و لوازم زندگی و اینطور چیزها داره که به درد ساکنین فعلی نمیخوره. پس شهر قبلا نرمال بوده. بیایم نگاهی به رفتارهای دشمنان اصلی بازی بندازیم. اونا به نظر میاد رفتارهاشون رو از کاراکتر اصلیشون برداشتن. فقط یک مقدار اون رفتارها پیچیده شده. مثلا معلم داره به بچه‌ها درس میده ولی میدونیم که چیز خاصی یاد نمیده و بچه‌های چینی هم کله های خالی دارن و چیزی یاد نمیگیرن. معلم توی کلاس قدم میزنه، به بچه‌ها نظارت داره که درس بخونن و حتی پیانو هم میزنه. اما هیچ کدوم این کارها درست انجام نمیده و فقط شبیه به اون رفتارها رو انجام میده. جلوتر بچه چینی رو میبینیم که داره با یک کلید یک قورباغه رو تیکه پاره میکنه و به نظر میاد که میخواد مثل عروسک‌های کوکی توی بازی اون رو کوک کنه تا حرکت کنه. اما میدونیم که بچه چینی به چیزی فکر نمیکنه و این رفتارها هم کپی از بچه‌های واقعیه. دکتر هم داره بیمارش رو درمان میکنه، اما اون هم فقط داره این کار رو انجام میده و شبیه به کاری رو داره انجام میده که دکترهای واقعی انجام میدن و کارش واقعی نیست و هیچ کدوم از بیمارانش جون سالم زیر دستش به در نمیبرن. میتونید ببینید که دکتر دستاشو مثل دکترهای واقعی میشوره، اما اون هم فقط عدس و حتی آب هم از شیر آب نمیاد. شکارچی خوب شکار میکنه، تله میذاره، پوست حیواناتو میکنه و بعضی از شکارهاشو تاکسیدرمی میکنه، حتی بعضی از مردم رو، اما دوباره درست انجام نمیده و شبیه به شکارچی واقعی عمل میکنه. با توجه به اینا من معتقدم که این روی مرد لاغر هم صادقه و این هم داره شبیه به کاری رو انجام میده و اون هم قبلا کاراکتری داشته که دنبال مردم میفته و اونها رو دستگیر میکرده. با توجه به چیزهایی که گفتم به این نتایج میرسیم. این آدمها قبلا نرمال بودن و مشغول به کارهای واقعی خودشون بودن. موج سیگنال اونها رو گرفته و تبدیل به این چیزهایی که الان هستن کرده. و دلیل اینکه اونها کارهاشون رو درست انجام نمیدن اینه که اونها بازیگران دنیای برج سیگنال هستن و فقط نقشایی که برج سیگنال به اونها داده رو انجام میدن و خود واقعی اون کاراکترها نیستن. خب بریم سراغ مرد لاغر. مرد لاغر هم مثل اونها داره نقشش رو بازی میکنه. اون هم کپی از شخصیت اصلی هست که قبلا بوده. این میتونه این رو مشخص کنه که مرد لاغر هم داره مثل بقیه دشمنان بازی رفتارهاشو از روی نسخه اصلی مرد لاغر کپی برداری میکنه. اون توی شهر پرسه میزنه و دنبال بچه‌ها میگرده. اون هیچ علاقه‌ای به بیننده‌ها نداره. بنا به دلایلی اون بچه‌ها رو می‌قاپه و اونها رو به برج سیگنال می‌بره یا اتاق تلویزیون، هر جور که شما بهش میگید. خب چرا؟ چرا اون این کارها رو انجام میده؟ برای توضیح به این نیاز داریم به چند جایی از بازی نگاه بندازیم برای اینکه بفهمیم چرا این کارها رو می‌کنه و اصلاً کار مرد لاغر چیه. می‌خوایم به نگاهی به آرت بوک اصلی بازی بندازیم. یکی از مکان‌هایی که نظر منو توی لیتل نایتمرز 2 به خودش جلب کرد، اتاق کناری پازل بود. این اتاق میتونه برای ما کلیدی برای حل این معما باشه. چیزی که از طریق این اتاق میتونیم بفهمیم اینه که در بالای سمت راستمون اتاقی هست که یک سایه لرزان از یک بچه و چند بطری و یک پرنده گیر افتاده توی یک بطری رو میتونیم پیدا کنیم. اونا میتونن به جادوگری که در دنیای بازی مخفی شده اشاره داشته باشه که نمیخوام فعلا دربارش حرف بزنیم. اما چیزی که در این اتاق رخ داده منو به یاد اتاق کاراگاه ها میندازه. اگر توی این اتاق یه چرخی بزنید
به تعداد فایل و کاغذهایی که به دیوار پونس شدن و عکسهایی روی دیواران و برگای شبیه برگه تحقیقات برمیخورید و از همه مهمتر زیرسیگاری کنار پنجره. زیرسیگاری رو به خاطر بسپرید. عکسهای روی دیوار خیلی غیرقابل تشخیصن چون خیلی کوچیکن، اما یکی از اونها خیلی شبیه به فریمنه. این یکی شبیه به بچه هاست، شاید یکی از بچه های قلور باشه. این اتاق خیلی شبیه به دفتر کار پلیسه. روی دیوارش تصاویر به هم مرتبط رو میبینیم که پلیسا توی اتاقشون دارن. همچنین دستگاه ضبط صوت رو میبینیم که برای ضبط بازجویی ها به کار میره و نکته ای که دوباره جلب توجه میکنه جاسیگاریه. جاسیگاری یک کانکشن بسیار مهم توی آرتبوک و دنیای بازیه. میتونه بگه اینها هر دو در یک مکان هستن. اگه هنوز خانه نشدید بریم سراغ چیزهای دیگه توی آرتبوک. توی این تصویر میتونید مردی رو ببینید که به وضوح معلومه داره بازجویی یا مصاحبه میکنه. طراحی اتاق کاملا شبیه به اتاق بازجویی هست که توی فیلم ها میبینید. میبینید که مردی که کلاه داره در مقابل یک بچه نشسته و داره ازش بازجویی میکنه و ما دوباره جاسیگاری رو میبینیم و کلاهی که روی سرش هم روی چوب لباسی توی بازی هست. پس دفتر پلیس چیز مهمی بوده که توی آرتبوک و بازی بهش اشاره شده. این افسر پلیس کیه؟ خیلی واضحه اون مرد لاغره. عکس بعدی توی آرتبوک همون مرد رو در حالت ایستاده نشون میده. اون دقیقاً مرد لاغره. نکتهش هم اینه که صورتش نشون داده نشده و شبیه به مونو به نظر میاد. توی کانسپت آرت های مرد لاغر اگه نگاه کنید توی یکی از آیتم ها داره دود میکنه که اشاره‌ای به سیگاری بودنشه. خب با توجه به شکسته شدن تایملاین یا خط زمانی که کامیک نسبت به بازی داره، اگر به بازی به دید چرخه نگاه کنیم احتمالاً این نمیتونه درست از آب در بیاد. ولی اگه بخوای به قبل از به وجود اومدن چرخه به داستان نگاه کنیم، مرد لاغر بچه‌ای بوده که بزرگ شده و بعد از بزرگ شدنش افسر پلیس شده و اونجا مشغول به کار بوده که داستان‌های بازی و غیب شدن‌ها از اونجا شروع میشه. اون شروع به تحقیق درباره بچه‌های گم شده و آدم‌هایی که ناپدید میشن و توسط تلویزیون‌ها جذب میشن میکنه. میدونیم که بعد از فعالیت‌های بوجه سیگنال خیلی از مردم ناپدید میشن و از اونها فقط لباس‌هاشون باقی مونده و ما بقیه مردمی که باقی موندن به تماشاچی‌ها تبدیل شدن. و این میتونه واقعی باشه که ویزیتورها همون مردم نرمال قبلی شهر هستن. مرد لاغر بعد از غیب شدن شهروندان شروع به ساختن الگوی غیب شدن اونها و تحقیق درباره اینکه اونها چطور غیب شدن کرده. اگه به آرتبوک هم دقت کنید نشونه های از تحقیقات درباره بچهای گم شده رو توش میتونید ببینید. مثلا این یکی که اشاره به یک بچه گم شده داره و علامت پلیس زیرشه و دقیقاً شبیه به اعلامیه هایی هست که برای بچهای گم شده به دیوار میچسبونن. ولی این رو هم در نظر بگیرید که ما هیچ جا توی بازی بچه‌ای رو ندیدیم که به بیننده تبدیل شده باشه و فقط آدم‌های بالغ رو می‌بینیم که اونجوری شدن. این میتونه به این اشاره کنه که مرد لاغر همه بچه‌ها رو گرفته، اما چرا؟ و چرا اون آدم بزرگ‌ها رو نمی‌گیره؟ توضیح سادهش اینه که اون از رفتارهای تقلید می‌کنه که قبلاً توی شهر رنگ پریده انجام می‌داده. به این فکر کنه که مرد لاغر قبل از اینکه آدم فاسدی بشه و در خدمت بوج در بیاد، روزهاشو با هدف پیدا کردن بچه‌های گم شده می‌گذرونده. اون به دنبال اونها به تمام گوشه و کنارهای شهر میرفته. اگر اونها رو پیدا میکرده اونها رو به دفترش میبرده و ازشون بازجویی میکرده که چطور گم شدن. مرد لاغری که الان داریم روزهاشو با دنبال کردن بچهای فراری میگذرونه و اگر اونها رو پیدا کنه اونها رو به بوج سیگنال میبره، منتها این بار به یک مدل دیگه. اون هم از روی رفتار مرد لاغر قبلی رفتارشو کپی کرده و همونها رو انجام میده، اما این بار هم مثل کاراکترهای قبلی که گفتیم، نه به طور دقیق. حالا چی به این تئوری آب و تاب بیشتری میده؟ اینه که میتونید به از بین رفتن یا تغییر چرخه زمانی فکر کنید. اینکه چرا بچه‌ها از اول گم می‌شدن، جوابش اینه که مرد لاغر اونها رو می‌دزدیده. مرد لاغر در این مورد بچه‌هایی رو داشته دنبال می‌کرد که خودش دزدیده، فقط یک ورژن دیگه از خودش، احتمالاً ورژن آینده‌اش. بعدش مونو هم توسط مرد لاغر تعقیب می‌شده و بعدش خودش هم مرد لاغر شده. همه چیز توی چرخه بوده و برای اون پیچیده شده. به علاوه مونو به دنبال سایه‌های لرزان می‌رفت به خاطر اینکه اون درون ذاتش بود و مونو هم مدلی از مرد لاغر بود که بچه‌ها رو تعقیب می‌کرد و اونها رو می‌گرفت. همین قضیه در مورد سیکس هم صدق می‌کنه. اون سیکس رو پیدا کرد و اون رو به دفتر خودش برد که در این مورد برج سیگناله. درست شبیه به کاری که مرد لاغر می‌کنه. این بی‌نظمی در نوار یا خط زمانی می‌تونه خاطرات لرزان یا همون سایه‌های لرزان رو توضیح بده. اگه به این یکی نگاه کنید، می‌تونه این نکته رو بهمون بگه که مرد لاغر داشته دنبال بچه‌های گم شده می‌گشته، بدون اینکه بدون این یکی دقیقاً زیر دماغش قایم شده یا به عبارتی روی سقفش قایم شده. این گلیچ سایه لرزان که الان می‌بینیم میتونه اشاره‌ای به افتادن این اتفاق در زمانی متفاوت باشه. در همون لحظه شاید مونو و مرد لاغر در دو نوار زمانی متفاوت به اونجا میرسن و این بچه دستگیر میشه و چون توی اون زمان گرفته شده و مونو در زمان دیگه‌ای دقیقاً همزمان به اونجا میرسه، ما اون گلیچ رو می‌بینیم.
توی تئوری‌های قبلی که درباره مونو داشتیم و توی کانال هست اشاره به این کردیم که مونو بعد از اینکه سیکس رو رها کرد در تنهایی خودش روی صندلی نشست تا بزرگ شد و به مرد لاغر تبدیل شد. هر جا که صحبت از مرد لاغر باشه یک صندلی چوبی هم نقش پررنگی رو ایفا میکنه. توی آرت بوک اون پشت میزش روی صندلی چوبی نشسته. توی دفتر کارش هم صندلی چوبی هست. توی زمانی که مونو هم به مرد لاغر تبدیل میشه یک صندلی چوبی میبینیم و در نهایت یک صندلی چوبی دیگه به مردی که دار زده شده. همه اینها میتونه اتفاقی باشه یا اینکه به خاطر چرخهای مختلف زمانی داستانهای مختلفی هم برای مرد لاغر به وجود اومده و یکی از همین داستانها باعث خودکشی اون شده. خب ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم.